شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالگری کانادا. با مسار شهید سالس، دیدید قبلا کاخ سفید گفته قصد مذاکرات جدیدی فعلا ندارند. سناتور اوکلاهاما هم به همکارم آرش علی گفت خبر از مذاکره نداره. چرا به نظرتون باقری کنی چنین اظهاراتی رو مطرح میکنه؟ به نظر من دو تا هدف آقای باقری کنی اینجا داره. یکی این که در جواب آقای کربی و میتو میلر که هر دو گفته بودن، یکی قاطعا و یکی تلویحی گفته بود که با آمدن پزشکی هیچ علاقه به اثرگیری مذاکرات ندارن، ایشون میخواد بگه که اینها رو بی اعتبار کنه و بگه این مذاکرات در جریان هست. و دوم این که به نظر من شاید این مسئله مهمتر باشه اینه که میخواد مشخص بکنه و حتی یه پیامی بده که این مذاکرات در دوران آقای رئیسی ادامه داشته، هنوز هم ادامه داره و همینجور که در صحبت‌هاش هم امروز گفته این یک زمینه‌ای هست برای اینکه دولت بعدی، یعنی دولت آقای پزشکیان، بیاد ادامه بده و به یک توافقی برسن. به این معنا که فکر نکنید که اگر آقای پزشکیان اومد و وضعیتی ایجاد شد به توافقی رسیدن، هیچ فعالیتی و هیچ عملی در این زمینه، هیچ اقدامی در این زمینه در دولت رئیسی انجام نگرفته. ما در حال مذاکره بودیم، الان هم در حال مذاکره هستیم و این زمینه سازی کردیم برای اینکه ایشون بیاد کار رو تموم بکنه، که به نظر من این حرف زیاد صحت نداره و با وضعیتی که الان هم در آمریکا هستش هم در ایران چنین مذاکراتی اصلا به نظر من موضوعیت نداره. حالا اگر خواستیم بعدا من بازوزی شاید سالسه. از طرفی به نظر میرسه که وضعیت الان در بهترین حالت معادله دو مچولی، اگر چند مچولی نباشه، چون در آمریکا هم دولت چندان باثباتی فعلا روی کار نیست. آقای بایدن ماهای آخر زمامداری دست کم دور فعلیش رو داره طی میکنه. به نظر میرسه که احتمال آمدن آقای ترامپ هم زیاد هست. اگر هم مذاکره بخواد صورت بگیره، جمهوری اسلامی با کدام طرف به نظرتون باید چانه زنی کنه؟ کاملا حرفتون درسته. اتفاقا همین صحبتی بودش که من در آخر بحث قبلی مطرح کردم. ببینید وضعیت دولت آمریکا، حالا آقای کربی و آقای میلر و حتی رئیسشون آقای بایدن، یه وضعیت نامشخصی است. اصلا آقای بایدن کاندید خواهد شد، کاندیدای حزب دموکرات خواهد بود، الان فشارها زیاد همونجور که خودتون میدونید. و خب ما چهار پنج ماه بیشتر از انتخابات فاصله نداریم. دولت خیلی وضعیتش متزلزله و حتی اگر هم متزلزل نباشه، فرض کنیم آقای بایدن یا حالا جانشین آقای بایدن، هر کسی رو که حزب دموکرات معرفی بکنه، بیان وارد کار بشن، حالا هر کدوم هم که برنده بشن، به نظر من وضعیت تا 20 ژانویه که رئیس جمهور جدید وارد کاخ سفید میشه کاملا نامشخص خواهد بود. هیچ کار معناداری، هیچ توافق معناداری امکان نداره از الان تا ژانویه 2025 بتونه صورت بگیره. تازه اون زمان هم که اینها بیان سر کار، هر تیمی باشه، یا ترامپ باشه یا تیم دموکرات ها باشه، هر تیمی بیاد سر کار تا بیاد به خودش بجنبه شده مارچ و ما 6-7 ماه بیشتر با اکتبر 2025 که قطعنامه 2231 منقضی میشه و برجام به کلی بلا موضوع میشه فاصله نداریم. اصلا معنا نداره احیای برجام. اینا باید به یه توافق جدید برسن. حالا چه طرف آقای بایدن باشه یا جانشین آقای بایدن باشه و یا ترامپ باشه، آیا رسیدن به توافق جدید با شرایطی که الان هستش که به نظر من سه عامل خیلی عمده هستش، مانع عمده هستش برای رسیدن به توافق، آیا چنین توافق امکان داره صورت بگیره؟ یه سوال بزرگی. آقای شهید سالس لطفاً با ما بمونید. همکارم آرش علایی هم از کنگره آمریکا به ما پیوسته، همون خبرنگار ما که کمی پیشتر با سناتور لنگفورد هم صحبت کرده بود. آرش، خوشحالم که ارتباطمون برقرار شد. سناتور لنگفورد به تو میگه که هیچ خبری از مذاکره بین ایران و آمریکا نداره. و خب این نشون میده که دولت بایدن چگونه کار میکنه. ببین ما الان سه سال و نیم هست داریم در مورد سیاست خارجی دولت بایدن به خصوص در مورد جمهوری اسلامی اینجا در کنگره آمریکا گزارش میدیم به مردم ایران. اینکه دولت بایدن میآید در کنفرانس های خبری، آقای جان کربی دو روز پیش اومد وقتی ازش پرسیدن راجع به مذاکره با جمهوری اسلامی در مورد مسائل هسته‌ای، خیلی با اطمینان سرش گرفت بالا و راجع به مسائل اخلاقی صحبت کرد که جمهوری اسلامی چون پهپاد میده به روسیه پس بنابراین مسائل اخلاقی رو رعایت نمی کنه.
یا مسائل اخلاقی رو رعایت نمی‌کنه، به گروه‌های نیابتی کمک می‌کنه، یا همه مشکلات دیگری که دولت ترامپ هم بهش اشاره می‌کرد. ایشون گفت به خاطر این مشکلات اخلاقی است که با جمهوری اسلامی وارد مذاکرات هسته‌ای نمی‌شوند. الان ما می‌شنویم اصلا این داستان‌ها دروغ است در واقع. اونم در یک چه کسی پته آقای جان کربی و کاخ سفید ریخته است روی آب؟ جمهوری اسلامی، یک سیستمی که خودش پتش همش روی آب هست. انقدر دروغ میگوید جمهوری اسلامی که حالا دولت بایدن ممکنه بعضی خورده بگیرن به بنده، ولی این واقعیت از سور زده است به جمهوری اسلامی در دروغ گفتن در مورد مسائل واضحی که ما اینجا چشمامون داره میبینه و اونها دارن انکار میکنن. باقری کنی پته آقای بایدن و دولتش رو باید به نظر روی آب و بگوید ما مذاکره داریم میکنیم غیر مستقیم در عمان، در حالی که آقای جان کربی میاد به مطبوعات اونجوری دروغ میگوید واضحاً و میگوید ما مذاکره با جمهوری اسلامی در مورد برجام نداریم میکنیم. فقط هم این نبود، از سناتور لنگفورد پرسیدم، گفتم آقای جان کربی این رو میگوید، خندید فقط و گفت به بقیه رفتار دولت بایدن نگاه کنید، مخصوصا در مورد وضعیت جسمانی رئیس جمهوری آمریکا که افرادی که در کاخ سفید هستن پشت سر هم الان دارن به مطبوعات میگویند که چشمان خودشون اعتماد نکنن و اون چیزی که میبینن رو گزارش ندهند در مورد سلامت وضعیت رئیس جمهوری آمریکا. خب وقتی در مورد همچین مسئله‌ای به این واضحی کاخ سفید میآید و یک جوری وانمود میکنه که هیچ اتفاقی نیفتاده است، دیگه ما مورد مسئله جمهوری اسلامی که واضح است. سوال آخری هم که از سناتور لنگفورد پرسیدم راجع به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد که در برنامه خودتو فرداد بهش پرداختیم، در کنگره آمریکا آمده بود و گفته بود که دولت بایدن استراتژی خاصی در مورد ایران ندارد. آقای سناتور لنگفورد گفت دولت بایدن استراتژی خاصی در مورد خاورمیانه ندارد و ایشون گفت کشورهایی که اخیراً بهشون سفر کرده حاضر نیستند که قبول بکنند که دولت بایدن واقعا سیاستش در مورد اونها قرار است تغییر کند. به بخشی از صحبت‌های ما با سناتور لنگفورد گوش کنید. Have a solid Middle East policy right now, and I think there are several different countries in the region that have. به نظرم دولت بایدن در حال حاضر سیاست منسجمی برای خاورمیانه ندارد. با مقامات چند کشور مختلف در منطقه صحبت کردم که نگران هستند، چون نمی‌دانند موضع آمریکا در قبال ایران چیست و این خودش گویا است. صحبت‌های دوامدار ما درباره چرخش به سمت آسیا و اقیانوسیه این پیام را به رهبران خاورمیانه داده که آمریکا دارد از آنها روی برمی‌گرداند. البته این درست نیست، اصلا درست نیست، ولی آنها میخواهند شواهدی ببینند که نشان دهد این طور نیست. چالشی که الان با آن روبرو هستیم این است که در واقع هیچ تغییری در حضور آمریکا در منطقه و تعهدش به خاورمیانه ایجاد نشده، اما مردم این را به روشنی درک نمی‌کنند. بنابراین وقتی ما نگاه میکنیم در مورد دولت بایدن و سیاست خارجیش، مقایسهش میکنیم با دولت ترامپ یا جمهوری خواهان، دموکرات ها حاضر نیستند سوالات پاسخ مستقیم بدن در مورد جمهوری اسلامی، سیاست خاصی ندارن، دستاوردی ندارن، بنابراین دلشون نمیخواد راجبش حرف بزنن، ترجیح میدن راجب اون چیزایی که دوست دارن صحبت بکنن. و الان هم این که دولت بایدن استراتژی خاصی ندارد، نه تنها در مورد سیاست خارجی بلکه در مورد انتخابات آمریکا، مزید بر علت شده است که اینجور موارد بیشتر زیر ذره بین مطبوعات قرار بگیرد، برای اینکه نشان بدهد دولت بایدن کاملا از هم گسیخته و کاملا شلخته عمل میکند در مورد سیاست خارجی. ممنونم از سارش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا. آقای شهید سالس، ممنونم که با ما موندید. شرایط بسیار پیچیده‌ای هم هست، خودتون اشاره کردید در آستانه رسیدن به غروب بعضی از بندهای برجام هم هستیم. اگر واقعا ایران و آمریکا علارغم تمام چالش‌هایی که دارن پای میز مذاکره نرند، آلترناتیو دیگر چه خواهد بود؟ سوال خوبیه آقای فرزاد. باید ببینیم که آسانه طاقت و تحمل آمریکا تا کجا هستش. برای اینکه سیاستی که جمهوری اسلامی داره برای مقابله با تحریم ها عملاً گسترده کردن و گسترش برنامه هسته‌ای هستش. این سیاست ایران بوده از سال 2003، همینجور ما میبینیم سال 2010 که تحریم ها شدید شد، اینها هم برنامه هاشون رو تشدید کردن و این جریان همچنان ادامه داره. یعنی با گسترش برنامه هسته‌ای میخوام با تحریم ها مقابله بکنم. حالا این تا کجا میتونه پیش بره؟
اینی که امریکا هم اسرائیل گفتن که خط قرمز ما دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای هستش، تا کجا میتونن این قضیه رو تحمل بکنن؟ واقعا این سوال شما جواب دیگه غیر از این نداره که اگر واقعا سر میز مذاکره نرن و از این حربه یعنی توسعه برنامه هسته‌ای علیه تحریم ها بخوان استفاده بکنن و مذاکره هم نکنن، تشنج زدایی هم نکنن، هیچ راه حل دیگه ای عقل و منطق اجازه نمیده جز جنگ و برخورد نظامی. فکر نمی‌کنید؟ ببخشید طرفتون رو دارم قطع می‌کنم ولی فکر نمی‌کنید واقعا شاید خامنه‌ای چنین تصمیمی گرفته؟ اگر واقعا چنین برنامه‌ای نداشت، چرا اصلا اجازه میداد کسی مثل پزشکیان به قدرت برسه؟ بله، اینم سوال مهمی هستش، اینم سوال مهمیه، ولی توجه داشته باشین که شرایطی که هستش الان، من حالا قسمت بعدش رو بگم، اگر اینا بخوام بشینن سر میز مذاکره 5 به اضافه 1، آیا وجود خارجی داره؟ با درگیری که روسیه الان با آمریکا و غرب پیدا کرده، اصلا این 5 به اضافه 1 موضوعیت پیدا میکنه؟ یادتون باشه که آقای ظریف اون موقع که روسیه اونچنان مسئله با غرب نداشت، سال 2013 رو ما داریم صحبت میکنیم تا 2015، میگفت روسیه کارشکنی میکنه برای رسیدن به توافق. الان که چنین درگیری هستش، آیا واقعا روسیه چه نقشی اونجا میتونه بازی بکنه تو این 5 به اضافه 1؟ این خب یه مسئله هستش. از طرف دیگه ایران داره نفتش رو میفروشه، این یه معضلیه، برای اینکه تقریبا رکورد 6 سال گذشته رو فروش نفت شکسته و آقای خامنه‌ای به تفکرش این هستش، نگاهش این هست که چند بارم قبل از انتخاب آقای پزشکیان گفته که ما احتیاج نداریم با 3 کشور در دنیا رابطه داشته باشیم، میتونیم کارمون رو پیش ببریم. اینم یه مسئله. در جواب سوال شما، به نظر من اگر که آقای خامنه‌ای یه تیمی بیاد سر کار، و شاید به نظر شما که این چیزی که میگین درست باشه که اصلا اجازه دادن پزشکیان بیاد و اجازه دادن که اصلا انتخاب هم بشه، آیا واقعا یه تیمی که عقل و منطقش بیشتر از این تیم رئیسی هستش، مثلا یه آدم هایی مثل آقای عراقچی، مثل طیب نیا، مثل همتی، اینا توی مناسب مالی و سیاسی قرار بگیرن، آیا میتونن این وضعیت رو یه مقدار ترمیم بکنن؟ به نظر من این احتمال هست و حرف شما و حدس شما از اینکه پزشکیان اومده ممکنه درست باشه که بخوان این مسئله رو یه جوری قائل بدن، ولی هر چی هستش میره به سال 2025 به نظر من. ممنونم از شما. شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از کلگری کانادا با ما.